در خدمت حضرت شیخ الاسلام حفظه الله بودیم در چند سال قبل زیارت حرمین، الله تعالی توفیق عنایت کرد و مشرف شدیم. اونجا حضرت مولانا به جوانانی که همراه حضرت شیخ الاسلام بودند و به همراهان گرامی و به کاروان گفت من دو چیز را شما را سفارش میکنم. گفتین دو چیز را در این سرزمین مقدس انجام ندید. یکی گفت اگه کسی سیگاری میکشید و بلا تشبین حسواری میکرده، گفت تو این سرزمین پاک تو این روزها سیگار نکشید، ترکش کنید و نسوار نکنید. اینجا جای نظیف، جای پاکیزه، جای حضور در روزه اطهر و مقدس محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. با دهن خوشبو برید عرض سلام بکنید بر روزه مطهر رسول الله. و دوم گفت اگر کسی حالا به هر دلیل نتوانسته سنت ریش را در جای دیگه نگه داره، اینجا خیلی گفت بی ادبیه که حاجی برای حج اومده، برای عرض سلام آمده، میاد در محضر رسول الله می ایسته و میگه الصلاه و السلام علیک یا رسول الله و ریش را چپ تراش میکنه و تیر میزنه. و خیلی بده، خیلی بده. و واقعا هم مکانها و زمانها تأثیر در اثر ولن دارد. الله تبارک تعالی میخواد به صورت تدریجی انسانها را تربیت بکنه، چون انسان آغشته در زندگی است، گرفتار در زندگی است و در مواقع مختلف زندگی از انسان گناه و غفلت و سستی سر میزنه. ولذا الله تبارک و تعالی در این فرصت های مناسب میخواد انسان را اصلاح بکنه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرمود که اگر از دست بنده گناهی سر بزنه و از من گناهی صادر بشه، حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند که این گناه بر من سخت میگذره، ولی اگر این گناه در کنار خانه کعبه انجام بشه 70 برابر سنگین تره، ولی اگر در شبهای ذلحجه، در روزهای ذلحجه که چنین فضیلتی را الله تبارک و تعالی برای اون بیان کرده، اگر در این شبها، اگر در این روزها کسی مرتکب گناه بشه، مرتکب معصیت بشه، غیبت بکنه، دروغ بگه، ظلم بکنه، تعدی بکنه، راهبندانی بکنه، اهانت بکنه، مسلمانی را تمسخر بکنه، استهزا بکنه، حق مظلومی را پایمال بکنه، گناه این انسانم خدا نجات بده، گناه این انسانم همون اندازه سنگین و عظیمه.